پاکستان امروز چهارشنبه از 77مین سالگرد آزادی خود در حالی تجلیل کرد که فعالیت های دهشت افغانی در این کشور رو به افزایش نهاده است. جزئیات بیشتر از روند تجدید اجلاس و تازه ترین جزئیات از وضعیت امنیتی گذرگاه تورخم را از همکارم مسکا صافی از پشاور جویا میشیم. مسکا، خب ابتدا شروع کنیم از این که تدابیر امنیتی در پاکستان در مورد روز برگزاری آزادیشان چگونه بود و اگر هم تازه ترین جزئیات از گذرگاه تورخم را معلومات بدین. باز از شما امروز 14 اگست روز استقلال پاکستان در سرتاسر این کشور با در نظر داشت تدابیر شدید امنیتی برگزار گردیده، ولی این روز این بار با مخالفت تعداد از باشندگان وزیرستان شمالی و بلوچستان نیز روبرو گرده که در این دو ساحه باشندگان این دو ساحه این روز را روز سیاه خوانده و همچنان با افراشتن برخای سیاه این روز را روز سیاه گفته و در کنارش با مخالفت گروه جدایی طلب بلوچ هم روبرو گردیده که بر یک خانه و همچنان فروشگاه پرچم ملی پاکستان بم های دستی پرتاب شده و در نتیجه 3 تن کشته و 6 تن هم زخم برداشته است. در تورخم هم وضعیت طوری است که دروازه اکنون هم بسته است و تعداد زیادی از افغان ها منتظر بازگشایی مرز می باشد. با منابعی که صحبت کردم گفتند که قرار بود یک نشست میان دو طرف صورت بگیرد، ولی طالبان حاضر به این نشست نشده. از سوی دیگر در چمن هم کسانی که 23 روز توقف گردیده بود یک بار دیگر روز گذشته آغاز کردید و علت آغاز تحصن هم و عمل نکردن پاکستان بر وعده های داده شده خود در رابطه با اسناد سفری می باشد. تشکر از مسکا صافی با جزئیات بیشتر از پاکستان.